جناب رئیس جمهور، ایدیت لترر از ای پی. میدانیم که پرزیدنت ماکرون فرانسه داشت سعی میکرد که جلسه ای را هماهنگی کنه بین جناب عالی و پرزیدنت ترامپ. آیا هیچ نوع تماسی وجود داشت بین اعضای هیئت جناب عالی و هیئت آمریکا؟ و بعضی گزارش ها حاکی اند از آن که پرزیدنت ترامپ هنوز تمایل داره که باهاتون جلسه داشته باشه، نه الزاما در نیویورک، شاید یه جای دیگه در طول چند ماه آینده. آیا این امکانی داره حتی اگر تحریمات برداشته نشن؟ البته رئیس جمهور فرانسه ماهاست در تلاش هست تا برای این مشکل راه حلی پیدا کنه. ما با هم دو تا راه حل رو پیش می بردیم، راه حل اروپایی و راه حل آمریکایی. در راه حل اروپایی به توافقاتی رسیدیم و در شرف اجرا بود، اما اونها گفتن که به یه نوعی ما باید موافقت آمریکا رو هم برای راه حل اروپایی اخذ کنیم. بنابراین اونها این مشکل رو خودشون دارن، به ما ارتباطی نداره. البته همیشه آقای مکرون این خط رو هم دنبال میکرد که مشکل بهتر اینه که بین ایران و آمریکا حل بشه. ما هم همیشه همین حرف میزدیم که الان من در این جلسه هم گفتم که آمریکا پیش شرط رو باید برداره، و اگه از پیش شرط رو برداره، خب اون وقت زمینه آماده میشه برای یک شرایط جدید و میشه برایش فکر کرد. بله، در این جلساتی هم که در نیویورک داشتیم باز هم این گونه مباحث مطرح بوده. من نمیخوام بگم هیچ وقت این طرح‌ها به نتیجه نمیرسه، اما فعلا تو این سفر به نتیجه نرسیده. البته مسیرهای دیگری هم غیر از مسیر فرانسه وجود داره، اونا هم دارن روند کار خودشون رو دنبال میکنن.